سلام، هنوز هیچ کسی نیست. نمیتونم لاینمو بگم، دیالوگمو بگم. بعدن این سیو میشه. Can I? بیا. خب بیا. ببرم اینا که من قبطه. خب ببر. میخوای بگی لاین تو؟ آره. میخواد ادای منو در بیام. سلام به همگی. امید که حالتون خوب باشه. دل خیلی بد داریم. من اینجوری نمیگم، باید عشق میگم. خب تو بگو با عشق. بگو. سلام به همگی. امید که حالتون خوب باشه، سلامت باشید هر جا که هستید. تکه هیچ کسی نمیتونه اینجا کافی کنه. یه دوره همینجوری هی میگفتم، بعد دیگه مردم عزیزان میومدن برام مینوشتن که همون کدوم گفت، میومدن واسه هم مینوشتن که چرا نگفتی اولش سلام؟ استوریه که سلام توش نبود، میومدن چرا سلام توش نگفتی؟ بدون اون نمیشه، نمیخوایم. سلام به همگی، امیدوارم سلامت باشید هر جا که هستین. غیبت زیاد من و تورنج همینجور که همه امیدیم دلایل خیلی زیادی داره. یکی دلیل اصلیش اتفاقاتیه که همه با هم دیگه درش، اتفاقات اخیر که درش قرار گرفتیم و خب یه شوکی بوده به همه ما به یه فرمی، به هست هنوز و هر کسی احساسی یه اتفاقی واسش میفته. ولی با صحبتهایی که من و تورنج همیشه با هم میکنیم و سعی میکنیم انرژیمونو توی سطح نگه داریم که ببینیم چی جوری میتونیم کمک کنیم به خودمون و به بقیه، تصمیم گرفتیم که یه ذره فعالیتمون رو برگردونیم به قبل و با نیت اینی که اگه همه با هم انرژیمون پایین بره چیزی تغییر نمی کنه. اگه همه با هم دیگه توی سطح لو فرکانسی پایین باشیم، یه نفر یا دو نفر همیشه میگم باید باشه که اون سطح تغییر بده که همه با هم کمک کنیم. بازه میتونیم بیشتر خدمت کنیم و بیشتر فکر کنیم، بیشتر انرژی داشته باشیم. درسته. و برای همین گفتیم یه ذره فعالیتمون رو برگردونیم به قبل، جوی کالچر رو شروع کنیم. جوی کالچر رو شروع کنیم و اینی که کامنتاتون رو میخونیم. خیلی خوشحالیم از این شروع یک هفته و نیمی که تازه استارتش رو زدیم. کامنت های توی یوتیوب، توی پادکست، الان توی اینستاگرام، پیامایی که بهمون میدین، استوریایی که میذارین، همه رو میخونیم و هنوز شروع نکردیم به جواب دادن و حالا مثلا الابریت کردن روی اونها. یکی نوشته خواهر هستین؟ نه مخواب بگو. روحامون خواهرن. روحامون؟ آره. اسپریت میشه روحامون. آره. مخواب بگی سول سیستر. سول من به انگلیسی همیشه میگم سول سیستر، یعنی ترجمه یعنی روح من و تو خواهر هستش. آره درسته. یه شعری من قبلا اومدم از حافظ برای بچه ها خوندم، میگفت که من و تو قبلا اسپریتمون روحمون در رحم جهان دوست بوده. ولی من تو خیلی دوستر بودیم. امروز صبح وقتی گفتیم بیا بریم ساعت 10 لایو 10 لس آنجلس، هر جفتمون یهو اومدیم و دیدیم هر جفتمون توسی پوشیدیم، فرق وسط طبق معمول. الان مامانم هم به اعتمادی داره نگاه میکنه، ناراضی از این فرق وسط من تو، چون میدونی که دوست نداره. مامان منم دوست نداره. میگه موهاتو باز کن. چی بچسبونی به سرت؟ دوست دارم بچسبونم. چیکار؟ کامنت ها رو دارم سعی میکنم وسطم. یکی واسه همون نوشت جواب حتما این سوال رو میدیم. آنوشا مدیتیشن شوگذاری با مدیتیشن معمولی فرق داره. ما هزاران نوع مدیتیشن داریم. درسته. هزاران نوع سکون و سکوت و حالا گایدد مدیتیشن داریم. شوگذاری یک نوع از مدیتیشن ها هستش. درسته. خب حالا یه موضوع یکی واسه همون نوشت الان اینا ساعت 8:30. ساعت 8:30 تو ایران الان؟ من فکر کنم ساعت ما عوض شده، ساعت ایران هنوز عوض نشده. ایوا پس یعنی ما زود اومدیم. آره که اناونس کردی. یکی نوشه تولد مبارک تورنج. نس
مرسی عزیزم. ما اینجا ساعتمونو عوض کردن، ساعتو کشیدن جلو فکر کنم، من دیگه اصلا متوجه نبودم که آره. ایران 8:44 PM. او شیت، ببخشید. بریم و برگردیم. نه نه نه، بمونیم. سیو سیوش میکنیم، حتما سیو میشه، حتما سیوش. خب دوتا موضوعی که ما تا حالا تو این یک هفته و نیم اخیر بهش پرداختیم توی جوی کالچر، یکی سلف بیتریال بوده، خیانت به خود، و یکیش هم سلف لاف بوده، عشق به خود. عشق به خود. و خب سوالای زیادی داشتن، بعضیا نوشتن، کامنت های زیادی داشتن، بعضیا نوشتن. یکی نوشته شام چی داریم؟ اینجا سوال من هر صبح اینه که شام چی داریم. با غمی بیدار میشم، قرار غذای امروز چیا بخوریم. سوالای ترنج. این دو تا موضوعه و دوست دارم یه ذره بیشتر در موردش توی حالا یکیشو انتخاب کنیم، در موردش یکم صحبت کنیم. دوست دارم ببینم کسی که تماشا کرده شوهرو من هیچ سوالی داره برامون، سوالی در مورد موضوع خیانت به خود درسته یا عشق به خود، کسی اگر سوالی داره خواهش میکنم الان ازمون میتونین بپرسین و ما لایو هستیم که جواب بدیم. سوالا رو فکر میکنم اینجا میذارم. اوکی آره اوکی. What's this one? Okay. کی آشپزی میکنه؟ کی آشپزی میکنه؟ بذار حالا ما نوشتن با هم زندگی میکنیم؟ با هم زندگی میکنیم؟ بله ما با هم زندگی میکنیم. شما تو را بگو دیگه، تو آشپزی میکنی؟ من آشپزی میکنم، آنشا ظرفا رو میشوره. خب میگه من عاشق، میگه آبو دوست دارم، دوست. خب منم آبو دوست دارم، ولی تو ظرفشویی نه، سو میذارم با آب بازی کنه. اوکی بذار حالا موضوع خودمون بگیم که یه ذره میدونم. یکی واسه همون نوشته خب خیانت به خود منظورتون چیه؟ سلف بیتریال رو یه ذره توضیح بده تو رنج بریز. خیانت به خود یعنی میدونی برای سلامتی فکر، ذهن و زندگی خودت بعضی روحت. از و روحت بعضی از انتخابا تو روزت و برای زندگیت نیازه، اما دنبال نیازهای خودت نمیری، دنبال نیازهای آدمهای دور و برت میری برای اینکه ازشون تاییدیه میخوای. تاییدیه میخوای. تاییدیه و تدیگ. آره وقتی من به صدای، یعنی صدای درون من والیومش کمتره تا صدای بیرون از من، آدمای بیرون از تو. آره یعنی انتخاب هایی که میکنی از دنیای بیرون با آدمایی که اطرافت هستن، اونا برات پررنگ ترن و به اونا بیشتر جوابگو هستی تا به نیازها و چیزهایی که به درد خودت میخوره و در واقع انتخابهایی که بهت خدمت میکنه. وقتی که بین این دوتا ما نمیتونیم اونهایی که به ما خدمت میکنه رو انتخاب نمیکنیم و انتخابهای بقیه، چیزهایی که اونا رو دوست، افرادی که دور و برمون هستن اونا رو انتخاب میکنیم، این در واقع میشه خیانت به خود. چون در واقع نتیجهی که میده نه ما رو خوشحال میکنه حقیقی، چون از قلبمون نمیاد، درسته، و نه اون ارتباطی که میخواد با آدمای اطرافمون میگیره، چون حقیقی نیست، درسته. چون از دل نیست، چون چیزی که دوست داری نیست، فقط میخوای بقیه رو راضی کنی یا تاییدیهشون رو بگیری یا کنار نگرشون داری. و یه چیزی که فرهنگمون خیلی بهمون یاد داده اینی که به آدما بگیم تو چقدر خودخواهی، تو خیلی خودخواهی که این کارو برام نمیکنی، اما تا یه حدی آدم هایی که هی میگن تو باید این کار برام بکنی، برای من این، حتی من دوست دارم که مامان باباشون میگن تو باید ازدواج کنی، ما این همه برای تو کار کردیم، این بار تو، یعنی بار تو we raised you، بزرگت کردیم تو الان باید ازدواج کنی اگر ما رو واقعا دوست داری، این پیبک توه. ولی این خیانت به خوده. و اینی که یه کسی بهت میگه اینی که من میخوام تو باید بکنی وگرنه خودخواهی توه، این خودخواهی اون شخصه، اون فرده.
برای تو نیست. یکی یه سوال خیلی خوبه که نوشته، این که نوشته حد و مرزش، باوندریزش که به خودخواهی تبدیل نشه کجاست؟ مثلا به نظر، یعنی که من الان اگه مثلا میام انتخاب میکنم که به جایی که امروز با دوستان مثلا میام برسام برم بیرون، دوست دارم تنها باشم چون این تنهایی الان به هم کمک میکنه. درسته. از اینی که بیرون نرم، آیا این اون مرزه هست که خودخواهیه دارم نفع خودم رو انتخاب میکنم به جایی که با دوستان برم بیرون، اون مرزه کجاست که بدونیم از اینجا به بعد باید برای بقیه باشیم، از اینجا به بعد باید برای خودمون باشیم، از اونو باید به چی جوری پیدا کنن مرز خودخواهی بنازن؟ برای تو چی کمک کرده؟ برای من it's about frequency and repetition. Okay. So مثلا فکر کن یه دوست تکرار، repetition میشه تکرار. فکر کن مثلا یه دوست داری که هر دفعه تو بهش زنگ میزنی کمکش رو نیاز داری، یا حضورش مثلا مهمون میدادی حضورش رو نیاز داری، اون فرد همیشه برای شما هست، ولی اون وقتی صدات میزنه مثلا هی غیبت میکنی. این به نظر من بالانس نیست، تعادل نداره و باید به خودت بگی که اوکی این فرد همیشه برای من هست، منم باید بر اون باشم. ولی وقتی هی داری دوباره فرکانس مربوط به فرکانس داری، هی همش داری توی زندگیت میبینی داری توی یکی از ارتباطات یا تو همه ارتباطات داری هی از خودت میزنی که برای بقیه بذاری، برای اینکه اون تاییدیه رو نیاز داری. این از دوباره از بالانس میاد، برای اینکه خودت میای خونه میبینی کارتو نکردی، همش خسته ای، اینم از تعادل خارجه. یعنی به زندگی خودت و زندگی و بقیه نگاه میکنی، یه تعادل و یه فرکانسی و بین یه مومنتومی و بین دو طرف نگه میداره. فرکانسی means repetition. آره. یعنی to how often is this happening. Yeah. تشخیص احساساتی که بهمون خدمت میکنن اونایی که خدمت نمیکنن چجوریه؟ یعنی یه جورایی این خیلی چیز خوبیه. در واقع انگار یا شهوده، اینتویشنه، به اینتویشن و شهودت داری نگاه میکنی یا گوش میدی، یا به نتایجی که اون احساسات به زندگی دارن میدن میتونی نگاه کنی. یعنی من اول که احساسات، هر ایموشن و فیلینگی که ما داریم، احساسات ما همش تمرینش داریم میکنیم، با هیچ کدومش به دنیا در واقع نیومدیم، اینا چیزاییه که ما به ما یاد دادن، شرطی شدیم باهاشون و داریم تمرینش میکنیم. و من این صبحی که بلند میشم تا شبی که میخوابم یک سری چیزا رو، یک سری احساسات و عواطف رو تمرین میکنم وابسته به کارهایی که میکنم، به اون نگاه میکنم، میبینم این سری چیزا رو که من دارم تمرین میکنم نتیجه‌ای که داره به زندگی میده، داره خدمت میکنه به من، حس جوی، حس سرور، سرمستی، حس خوب، یا حتی چالش برانگیزی که من رو بهتر کنه، اینا رو داره برای من ایجاد میکنه، یا حس غم، حس ترس، حس اینی که از کنترل خارجه، اینا رو داره برای من ایجاد میکنه. به نتیجه انتخابهای اون احساسات باید نگاه کنیم که ببینیم کدوم احساس به ما خدمت میکنه یا نمیکنه. چون اگه بخوایم به زندگی بقیه نگاه کنیم، یه سری رفتارا، چرا این سری رفتارا انجام میده؟ یه چیزی سری رفتار رو انجام نمیده، ما از زندگی بقیه نمیتونیم این رو تشخیص بدیم که خدمت بهشون میکنه یا نه، باید به خودمون دوباره برگردیم. و یه چیز دیگه که خیلی به من کمک کرده تو زندگیم، فکر کنم این یه چیز اصلیه که برای من کامپس به فارسی چی میشه؟ قطب نما اینی که من خیلی به حسام، با حسام آگاه هستم و میدونم حسام دارن همیشه یه سیگنالی به من دارن میدن و همش به اون سیگنال دارم گوش میدم. یعنی به سادگی این که من مثلا راجبه یه کسی میگم یه چیز بد میگم، فکر کنم راجبه یه کسی بد حرف میزنم، من یه حس بدی میاتون که راجبه یه کسی دیگه یه چیزی بد بگم، یا یه حس بدی داری میخوای اونو همسط، آدم ها رو همسط کنی با خودت، و اون حس بد به من میگه که از alignment، از یگانگی جدا شدم و خارج شدم و توی زندگی خودم همیشه من قطب نمام اینه که من حسم الان چیه، کمبودش چیه. وقتی حسای خوب میکنم میدونم که یک نواخت هستم الان. خیلی من
اینو میخوام انکوریج کنم و که با حسات، خیلی ها فکر میکنن که حسای بد، مثلا میگم به یک کسی میگم مگه نمیدونی من چقدر دوستت دارم، میدونی منظورم چه، با حس خشم میگن دوستت دارم، این خیلی ایموشنش احساسش با قصدش دوره. و اگر ما یاد بگیریم که با احساسات خودمون تصمیممون رو بگیریم جلو بریم و خدمت کنیم، یک سری کارا رو بر خودمون بکنیم یا بر کسی دیگه، با اون حس همیشه هماهنگی کنیم، از اون حس همیشه بپرسیم تو در چه حالی، تو الان چی نیاز داری، من الان میتونم چجوری خدمت کنم، الان این همه دوستت برات بوده، دوست نری کمی برات دوستت باشی، اوکی بریم، این همه هی داری این هفته داره هی میدی بیرون، اصلا به کارهای خودت نرسیدی، برگرد الان به خونه، به کارهای خودت برس که این ریلکس باشه، که الان هر کسی ازت چیزی بخواد واقعا انرژیشو حقیقی انرژیشو داشته باشه که بدی و حقیقی باشه اون بودن برای آدمای دیگه. یه چیزی که خیلی اینا که گفتی خوبه، یه چیزی هم که اصلشو داره که ما بیشتر متوجهش بشیم، میخوام جواب این سوال رو بشیم، اینه که آگاه شدن برای این قضیه است. الان تورنج میتونه این حرفا رو بزنه یا این چیزا رو بگه در مورد احساسات خودش، چون میگم که احساساتو تمرین کردنیه، هر چیزی که سالها تمرین کرده که آگاه بشه من الان چه حسی دارم، یعنی چه حسی نسبت به خودم دارم، مثلا احساس کافی نبودن میکنم، احساس دوست داشتنی نبودن میکنم، دارم از روی حس اینی که من تاییدیه بگیرم این کاری رو دارم انجام میدم، یا اینی که خیلی دوست دارم و میخوام این دوست داشتنم رو قسمت کنم دارم تصمیم میگیرم. خیلی هی بر میگرده به آگاه بودن به این احساساته. ببینین مغز ما یه سری بیوشیمیایی خاص خودش داره، هر مغزی، و برای تغییر این دو تا راه وجود داره. یا ما با قرص بخوریم که بیوشیمیای مغزمون عوض شه، که پیشنهاد نمی‌کنم، باشه چیز دیگه هم خراب میشه، با یه چیز دیگه هم خراب میشه به قولتون. یا با قرص بخوریم، مثل خیلی که مثلا دیپرشن دارن مجبورش میکنن که قرص بخورن، یا بیوشیمیای مغز رو باید با احساسات بسیار قدرتمند در مدیتیشنایی که اکسیژن مثل شوک گذاری که یکی نوشته بود، در مدیتیشنای بسیار قدرتمند که اکسیژن، سطح اکسیژن بدن بسیار بالا میره، سطح اکسیژن بدن باید بالا بره، روی اون نوران مغز نورانای جدید میسازه و ما شروع میکنیم بیوشیمیای مغز رو تغییر میدیم. یعنی با نفسی که به ما داده شده میتونیم بیوشیمی مغز رو تغییر بدیم و این آگاهی رو بیشتر و پررنگتر و قویترش کنیم. چون الان یکی نوشته چرا وقتی بهش آگاه میشیم، یعنی آگاه میشیم که داریم به خودمون خیانت میکنیم، بازم تکرار میکنیم اشتباهمون را، به خاطر همین بیوشیمیای مغزی که بهش عادت داریم و شرطی شدگیمون رو قسمتی از خودمون میدونیم و آگاه نیستیم بهش. بیوشیمیای مغز رو باید نورانای جدید بتونی بسازی و برای نوران جدید باید احساسات جدید ایجاد بشه و برای احساسات جدید و ستل کردن در اونش، یعنی نشست کنی تو این احساسات قوی و عمیق توشون بری، باید بتونی با خودمون در سکون و سکوت بشینیم. و به نظر میاد یه بار، دو بار، سه بار جواب نگرفته، ولی یک مسیر خیلی طولانیه برای تغییرین. بگو چی مفتی؟ یه قسمت دیگهش اینه که درد درون شما با خیانت به خود کمتر از درد بیرونه، که اگر تاییدی این فرد من نگیرم خیلی برام دردناکه، پس به خودم خیانت کنم که دردش کمتر باشه. درد این خیانت هم به خودم کمتره، زیاده ولی کمتره. و وقتی این بالانس تعادل عوض میشه، اون موقع تغییر میکنیم. بعضیا مثلا میگم فکر کنین یه کسی هست که اصلا همش داره کار میکنه و انقدر استرس داره که همش داره میخوره، غذا میخوره، ایشون اصلا ورزش نمیکنه، غذاهای بد میخوره و داره همش کار میکنه برای تاییدیه بیرون. خب و اینی که فیل کنه به بازه از لحاظ دید بیرونش براش خیلی دردناکه و ترجیح میده این خیانت رو به سلامتی خودش بکنه ولی اون تاییدیه بیرون رو بگیره. یهو فکر کن ایشون مریض بشه، خدا نکنه
سکته کنه یا یه بیماری بگیره، اون تعادل شاید عوض شه، اون درد خدمت کردن به خودش، به نیازهای خودش، دردش بالاتر میره تا اینی که من تاییدیه اون آدم های بیرونم رو به دست بیارم. آره، یه چیزی که حالا دارم همینجور میخونم و به تو هم نموش میخوام این وسط حرفامون این رو بگم و ما منا و تورنج بسیار روی این قضیه تاکید داریم، مطمئن هستیم، شهودمون هست، با هم خیلی در موردش صحبت کردیم و میخوام این وسط، حالا شاید خیلی به موضوع رب نره، اینو بگم. دلیلی که ما میایم در مورد این موضوعاتی که به ما کمک کرده یا آگاهی به دست آوردیم در حد خودمون بهمون کمک کرده میایم صحبت میکنیم تو این وسطی که خیلی حالا برام میمیسن که اتفاقات تو ایران افتاده، دلیلی که ما میایم صحبت میکنیم اینه که سطح انرژی و سطح آگاهی رو در خودمون و هر کسی که آماده شنیدنش تغییر بدیم، چون با سطح آگاهیه که تصمیمات بهتری میگیریم، چون با سطح آگاهیه که وقتی که یک نفر از میلیون ها نفر یک نفر حالش بهتر باشه یا سطح انرژیش رو سعی کنه بالاتر نگه داره، میتونه بقیه رو با خودش بیاره اون. درسته. تو چون همیشه یه جمله میگی یک نفری که بگو connect. One person who is connected and aligned is more powerful than millions who are not. یک نفر که وصله به اون عشق، وصله به اون منبع، وصله به اون امید، از میلیون ها آدم که وصل نیستن قوی تره. و اینتنشن و نیت ما اینه که در خودمون اون انرژی و صد دو تا زن ایرانی که توی زندگی خودمون، چالش‌های خودمون، هر چیزی هست، اصلا قابل توضیح و قابل مقایسه هم نمیگم هست، در حد خودمون بتونیم این رو بالا نگه داریم و هر کسی با ما بخواد با این مسیر میاد و آگاهیشو اگه دوست داره، اگه به دردش میخوره، اصلا چیزی باشه که بهش بچسبه یا قبول داشته باشه، با ما جلو ببره. این نیت فعالیت ما هستش و ازش هم کوتاه نمیایم. و وقتی هم که یاد میگیریم، و خیانت به خود یکی از اون چیزایی که انرژی رو خیلی میکشه پایین. خیلی میکشه پایین و به خاطر همین ما آگاه میشیم که این پاترنایی که داریم، این شرطی شده که داریم و خودمون نفوذ روشون داشته باشیم و انتخاب داشته باشیم که اونا مثل یه پروگرام ما رو نرونن، ما بتونیم پشت فرمون احساسات خودمون باشیم. برای اینکه داشت آنوشه میگفت احساس ما خیلی خیلی قدرتمنده، احساس ما کنکشن ماه، ارتباط ماه با هستی. و به خاطر تورنج یه کلمه هایی رو به بازی میدونه که میگم تو اینو میدونی، روز میگه قزنه قزن، اصلا من این کلمه رو خودم هم گردنبندم رو نمیدونی کجاست. بچه ها من خیلی از کلمه ها رو میدونم و خیلی هم بعد میگه health سلامت میشه، ولی به کار نمیبرم این کلمه ها رو همیشه، یا بعضی میخوام مثلا باید دکمم رو روشن کنم، یه کمی را بیفتم، انجینم را بیفته، بعدش میتونم خیلی راحت تر صحبت کنم. ولی کلمه ها هست، فقط یه کمی دوره بس بیاریش دو. من بذار اینجا سوالا رو نوشتم. یکی نمیشه چقدر فارسی صحبت کردی، تورنج بهتر شده. امروز فکر میکنم قهوه نخوردم، نمیدونم چی، امروز خیلی داره استال میکنه، ولی ممنونم که منو میبینین. اینم خیلی سال خوبه، چون من اینو دارم. رفت بگیم عیدتون مبارک، سال نو مبارک، نوروزتون مبارک. امیدواریم که امسال سال آزادی ایران باشه و ما همه از نزدیک هم دیگر رو ببینیم. بله. و عشق برای ماها که واقعا شماها بیشتر، هر کسی که تو ایران هست، که این مرحله رو با آگاهی و عشق رد کنیم. بله کاملا. خب حالا اینم بخونیم و کم کم اینو من خیلی خوب میتونم جواب بدم، چون خب با ورکاهولیک بودم، خیلی دست و پنجه نرم کردم. نمیشه وقتی که میخوام روی خودم فشار نیارم، خب، که سلامتیم به خطر نیفته، احساس عقب افتادن میکنم. بگم باهای
تادا بگو آنوشا به خاطر بگو آنوشا به خاطر که آنوشا با این خیلی بالا پایین شده به خاطر اینکه با اون کارهایی که انجام میدم و لیستی که برای خودم ایجاد میکنم که تو روز مثلا اون لیستا رو تیک بزنم و انجام بدم خودم رو اون آگاهی درونم رو آنچه که هستم رو تعریف میکنم خودم رو ایدنتیفای میکنم تعریف میکنم با اونا اگه من به جای 10 تا 50 تا کار کنم یعنی دیگه خیلی بهتر هستم ولی اگه کمتر انجام بدم عقب افتادم دیگه خوب نیستم دیگه کافی نیستم به خاطر که با اون مقیاس اون اندازه‌گیری وجودم رو با اون دارم انجام میدم و توی اون سری کارها استراحت کردن سکون و سکوت ساتل بودن یعنی یک جا سکون داشتن اینا رو ولید یعنی ارزشمند نمیدونم در صورتی که یه کاری که خیلی خوبه چون دنیا دنیای تضاده و ما از تضاد ایجاد شدیم تشخیص من با تشخیص دادم اگه من الان روز رو میفهمم دلیلی که فهم آگاهی بر روز وجود داره چون شب وجود داره چون تضادش رو وجود داره درسته. چون هر چیزی بر تضاد ایجاد شده اگه من مثلا سنگینی رو میفهمم چون سبکی رو فهمیدم روزی یعنی کار زیاد لیست کار زیاد اگه فکر میکنم ارزشمندی من توی اونه که این خودش مشکله علاوه بر اون تضادش به تضادش یعنی نشست کردن استراحت کردن کار خاصی انجام ندم به اون ارزشمندی نمیدم در صورتی که وزن این دوتا اصلا بودن این دوتا ساید بای ساید کنار به کنار هم میره بالا که اندازه هم ارزشمند هست اندازه هم به ما انرژی میدن همونقدر که کار زیاد یک سری آگاهی رو به ما میده و یک سری انرژی رو میده و یک سری بازدهی و نتیجه توی زندگی داره استراحت کردن روی خودمون تأمل کردن اون سکون و سکوت رو برقرار کردن اونم یک سری آگاهی ها رو میده یک سری حسای جدید توی ما ایجاد میکنه ارزشمندیشون اندازه همه و این یکی از چیزایی که ما باید بهش آگاه باشیم این تضاد و بعدش هم ایدنتیفای کردن و تعریف کردن با اون لیست کارا رو باید برگردیم عقب بگیم ما من بگم بدون این یا با این من ارزشمند هستم با این بدون این من باید هنوز بتونم وصلشم به منبعی که بهش باور دارم یا اگه آیست هستم به طبیعتی که ازش زاده شدم یا اگه پروردگار رو الله و خداوند رو قبول دارم وصلشم به اون چه کارو انجام بدم چه نه این رو باید توی خودمون ایدنتیفای کنیم تعریف کنیم خیلی خوب بود چیزی که گفتی و دوباره برمیگردیم به اون قطب نما که حسای درونمون همیشه ما رو آگاه میکنن اگر باهاشون هماهنگی کنیم و بتونیم بهشون گوش بدیم مثلا وقتی داری از اون مثلا برای روزت فکر کن 10 تا کار نوشتی ولی 6 تاشو تونستی با انرژی و شادی و اکسایتمنت هیجان بکنی وقتی میرسه به هفتمی دیگه گشنت خسته هستی اما به اون گوش نمیدی این دوباره داره حرف میزنه باهات داره حرف میزنه ولی به خاطر همونی که گفتی که داری تعریف میکنی اونو خفه میکنی بهش گوش نمیدی و ادامه میدی ما هر کاری که داریم میکنیم توی این زندگی اون لیستی هم که نوشتیم برای اینکه فکر میکنیم اگر این کارا رو بکنیم ما خوشحالتر میشیم زندگیمون بهتر میشه ولی باید آگاه باشیم به اینی که مسیرمونم باید همین حسو داشته باشه یا حتی برعکسش فکر کن یه سری کارا رو باید بکنیم و نمیکنیم و هی تو استراب نکردنش موندی تو استراب خب از خیلی سخته که با اون حس یهو بشینی مثلا خیلی با هیجان همه کارا رو بکنی باید اینجوری خودمون ما تعلیم بدیم که کوچولو کوچولو بکنیم اوکی من الان یه لیست پر دارم آنوشا نمیدونم از کجا شروع کنم اوکی از خودم میپرسم تو این جایی که هستم الان چی کار میتونم کنم این جایی که وایستادم نه به اون لیست نگاه نمیکنم از این جایی که وایستادم من چی کار میتونم بکنم که یه کمی حسامو بهتر کنم میتونم برم دوش بگیرم یه دوش میرم اوکی الان چیکار کنم چایمو میخورم آه انرژیم بهتر شد الان چیکار کنم فقط لپتاپمو باز میکنم این پر ایمیل دارم فقط لپتاپمو باز میکنم اوکی
اوکی الان میتونم اون ایمیل اولو بفرستم. باید یواش یواش step by step با حس درونمون بذاریم حس ما رو گاید کنه، مسیر رو بهمون نشون بده. بعدم یه نوع خود دوستیه، اینی که الان این سوالم جواب میدیم، خود دوستیه که این قطب نمایی که تورنج داره در مورد صحبت میکنه، یک نوع خود دوستیه که آدم هی به این شهوده، به این حرفه، به اون زبان در وجودش هی گوش میده، میگه پله بعدی و به جای اینی که حسش این باشه فقط انجامش بدم تموم بشه و توی نتیجهش که میرسم حسم خوب میشه، درسته. تو این مسیره که من چجوری مثلا این لپتاپه من چجوری تایپ میکنم، من چجوری یاد میگیرم، چجوری خودم رو به این چالش بکشم که چجوری بهتر بشم، مسیر رو باید بیشتر نگاه کنه تا نتیجهش، درسته. چون مثل غذا خوردنه، شما هر لقمه‌ای که میخوری لذت میبری، ولی نمیشه که غذا تموم شه وقتی که سیر شدی الان تازه شروع کنی لذت بردن. وقتی آگاهی وجود داره مسیر برای جذابه نه نتیجهش، چون اون لیست بالا بلند رو که نگاه میکنی داری به نتیجهش فکر میکنی که به تموم شدهش فکر میکنی که این تموم شه من خیالم راحت شه، ولی من به لیست باید نگاه کنم بگم این اولین کارم اینه، چجوری مثلا چالش با عشق برم به سمتش یا چجوری چالشش رو بیشتر کنم، خودم رو بهتر یاد بگیرم، همین اولیه تو همین اولیه یه ذره بهتر بشم، حالا تو لیستم دومیه، سومیه، چهارمیه و بره پای تا اینکه کلی نگاش کنم ببینم نتیجه کلش اینه که من تموم شم و خیالم راحت شه. یه کتابی هست اسمش یادم رفت ولی راجب همین صحبت میکنه که استوریش میکنی اول وقتی یه چیزی رو شروع میکنی تو عشق کشف کردنش هستی، مثل کودکان بعدن همش به آخرش همش فکر میکنی و اون جذابیت و اون ارتباط رو از دست میدی و اگر بتونی برگردی به همون عشق لحظه بودن با اون کاری که داری میکنی هم نتیجهش بهتر میشه هم تو مسیرش شادی. یه استادی هم نشون داده بود که دو سری بچه رو آورده بودن، یه دانشگاه حالا نمیدونم UCLA بود کجا بود، دو سری کودک رو آورده بودن مثلا گروه، به هر دوشون یه اسباب بازی دادن که باید بشینی بسازی و بیلد کنی و لگو و فلان اینا، به یه گروه گفتن که اگه سری تو این روز مثلا تو این 3 ساعت اینو سری بسازین یه جایزه بهتون میدیم، مثلا یه کادوی به اون یکی گروه گذاشتن کارشون رو بکنن، حالا اون لگوشون رو هر شکلی میخوان بسازن و نگاه کردن اون بچه هایی که بهشون تایم داده شده بود و یه جایزه یعنی یه نتیجه داده شده بود کلن کریتیویتیشون یعنی خلاقیتشون انقدر شاددان شده بود که بچه ها یه چیزای ساده همینجوری ساختن که تمام بشه که سریع اون نتیجه رو بگیرن، ولی اون بچه های دیگه که نه نتیجه میخواست و زمان خودشون رو گذروندن اونا انقدر با این لگو ها چیزای عجیب غریب و جالب و کریتیو تری درست کردن که نشون میداد همین نتیجه، همینی که این لیست رو تموم کنی، همینی که دقت نکنی به این قطب نمای چقدر میتونه کریتیویتی خلاقیت رو خرابش کنه. آره، این ما یه ثانیه دیسکانکت شدیم، صدای ما رو دارین؟ اینو میخوام حالا لایو رو با این تمومش کنم، چون یک عزیزی نوشته که خانم گیسوی عزیز، بذار اسمش رو پیدا کنم دوباره. در عمل چطور میتونیم عشق به خود رو تمرین کنیم؟ عشق به خود، ما یه دونه پست داریم توی جوی کالچر که نوشیم با چه عملی خود دوستی یا شفقت به خود و عشق به خود رو تمرین کنی و خیلی کامنت داره. پیشنهاد میکنم که برین اونو نگاه کنین که ببینین چقدر افراد، هر کسی یک مسیری رو انتخاب میکنه و اون مسیر اون کار رو نشانه خود دوستی میذاره، یعنی میگه من هر دفعه که نشستم مثلا میگم به مدیتیشن کردم این نشونه اینه که آنشو خودتو دوست داری به یاد بیا، خدمت به خودت. یا مثلا من اگه هر دفعه نوشتم این نشانه ای که من میخوام این تایم و این زمان رو برای خودم بگذارم و این برای من تو سیستمم به خودش به این سیستم یادآوری میکنه، میگه یعنی خود دوستی، یادت باشه یعنی خود دوستی، شروع میکنه ارتباط کردن یا وقتی میتونی انتخاب کنی که پلو بخوری یا سبزیجات بخوری سبزیجات رو انتخاب میکنی. آره. برامونم کامنت بذارین، ما توی جوی کالچر
هم افورمیشن داریم، یعنی مانترا داریم هر هفته یاد میدیم، هم سوال question of the week داریم که سوال این هفته چی هست، برای اون بنویسین سوال این هفته، جوابش رو بنویسیم، ما بیشتر میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. ریل داریم، اگه ریل حس خوبی بهتون میده برای بقیه بفرستین، بقیه رو کمک کنیم، ما همه با هم باید کمک کنیم، یعنی اصلا نیت اینه. ویدیوهامون هم تو یوتیوب هست هم توی پادکست هست، میتونید یا به وایسش گوش بدین توی پادکست یا تو یوتیوب ویدیو رو ببینین که تصویری اگه بهتون لذت میده، و همین دیگه. این فکر کنم next time باید یه ساین داشته باشیم اینجا که نوشته live save میشه، برای اینکه فکر کنم دومین کامنت اینه که live save میشه. میشه حتما. next time I will keep something. Joy Culture رو تو Spotify هست، تو یه Amazon Music هست، تو Cast Box هست، تو Anchor هست، تو Apple هست، تو دیگه هر اپی هست ما توش هستیم. و دیگه اپیزود جدید هم این هفته ریلیز میکنم. آره، خیلی خوشحال شدیم که با همون همراه شدیم، امیدواریم که لذت برده باشین. بهمون کامنت بدین، برامون بنویسین، این حتما سیو میشه. هر وقت که شما کامنت بزنین، داشتم به تورنج میگفتم، هر وقت که شما کامنت میدین باعث میشه که یک جرقه موضوع جدید یا یک بحث جدید ایجاد بشه که ما هم خودمون دوتایی در موردش خیلی صحبت میکنیم، هم اینه که نیکست تایم میتونیم توی لایف در موردش صحبت کنیم. بله، سوالاتونو بفرستین، ما خیلی دوست داریم. قربونتون برم، خدا حافظ. روز شبتون خوش. خدا نگهدار.